با سلام درود احترام و هموطنان در جای جای ایران و دنیا. خب آیت الله حسنزاده آملی هم به درک واصل شد. الان چون شرایط مبارزه است و مباحثه نیست، من نمیخوام راجع بهشون زیاد صحبت کنم، ولی همینقدر بگم که به جامعه یهودی دنیا تسلیت عرض میکنم. همین بعد جو پسرموی ایشون، مسائل دیگه ایشون، رشد دادن افراد این عباس قفاری و اصحاب هم چون مهمم نیست، ولی کردن آن کاری که باید میکردند. ولی خب الان چی شد؟ حالا جالب با کرونا مرده، بعد میگه نراتی ریوی به درک باسد، فرق نمی کنه، اینا باید برند، اینا ریشه ها داشتن، کارها کردن توی مملکت، به خصوصی پسرمو داره که از اون پسرمو هست، اون هم میشه رو درک باسه بشه. بله، علامه حسنزاده آملی که امروز به علت عارضه ریاوی در بیمارستان بسته شده بود، متاسفانه ساعتی پیش و خوشبختانه داروخانه رو بداره کرد. این از آقای حسنزاده آملی. بله، استقرار 9500 رزمنده حشد شعبی در کربلا معلا، فرمانده عملیات الفرات الاوسط در سازمان حشد شعبی گفت 9500 نیروی این سازمان برای تأمین امنیت و ارائه خدمات مورد نیاز زائران اربعین حسینی در کربلا معلا مستقر شدند. یعنی خار رو میخوان با نیش عقرب در بیارند، خودشون مخل آسایش و امنیت هستند، ولی هرچی هست دیگه، فعلا دولت عراق موافقت کرده. عضوهای کلیسای کاتولیک کانادا نسبت به قتل و آزار جنسی دانش آموزان بومی در دو قرن گذشته، برای نخستین بار در رابطه با نقش این کلیسا در فاجعه قتل و آزار جنسی دانش آموزان بومی دبیرستان‌های شبانروزی وابسته به آن برگزار شد و رسمون عضوهای کردند. دیگه چه فایده داره؟ چه فایده داره؟ این ذات شماست، ماهیت شماست، نشان دهنده پلیدی شماست. اصل بد نکو نگرد از آن که بنیادش بد است. در شبانروزی میارید و بعد این کارا رو میکنید، بچه‌م این حرف زدن میکشید، میکشید، کشتن بلدید و بچه هم میرسه. آقای رئیسی گنده فلان کاری کرده که خیلی عجیب بلید. گفته من ظرف چند روز آینده 70% مردم واکسینه میکنم. اولا آقای رئیسی، من راجع به واکسیناسیون قرار صحبت نکنم، فقط گذرا میگم 70% یعنی اینکه بلای دوباره برای کشور و ملت ایران، یعنی اینکه 30% اگر نزنن و هرچی بشه خلاص در کاری که شده است، هیچ نمیتونی بخوری. بخوری خیلی خوبه، ولی داری میخوری. و این هم بخاطر این هست که روحانی گفته که من چیز میکنم، جامعه جهانی رو علیه خامنه ای علیه چیز میکنم، تحریک میکنم که نزاش واکسن وارد بشه و این اتفاقات افتاد و از اول همه واکسن از این واکسن خواهم گفت. البته روحانی هم دروغ میگه، اونم یه حرامزادیش که دومی نداره، خودش هم توی دزدی های وحشتناکی توی این قضیه واکسن شریک جرمه، بخواد این کار انجام بده. را رئیسی آمده با خامنه‌ای صحبت که 70% ما میزنیم که بگیم آره ما عقب نیستیم از این حرفا، ولی اینها به فاتی تومون نمیشه. خامنه‌ای خودت بدجوری باختی، حقت هم هست. من نمیدونم بعضی میگه خامنه‌ای چه پخی از خامنه‌ای، چه پخی این آشغال، با تبلیغات بزرگش کردن، بادش کردن با یک سوزن تقی میتره که آره همینجوری تا میفته. وعده رئیسی برای واکسینه کردن 70% جمعیت کشور در روزهای آینده. میگن سنگ بزرگ علامت نزدن هست، ولی خب فعلا دارن این حرفا رو میزنن، دارن وقت میخوان بخرن، ولی دیگه به روز رسیده، به حرفا رسیدن. یک شو دارن اجرا میکنن انگلیس با حکومت سر مرزهای شرمچه و مهران. شو هم این هست که یه عده زیادی بردن اونجا که اینا 70-80% مریض میشن و سر مقصد منظور این وری هم نمیرسند.
که آره ما میخواستیم بریم برای حربه، نذاشتن، نرده ها رو شکستن، چی کارا که نکردن. بعد جالب تو همین هیرویر یه دی مجروح شدن، یه دم بیحال شدن، یعنی اینا مشخصی که زمینه کرونا رو اونجا پیدا کردن و یه عده بدبخت دیگه بیچاره که نمیدونن چی به چی هستن، شندرغاز پول میرن اونجا، اونها رو آلوده میکنن و عراقی هم همچنین. من جای عراق باشم همین رو نگه میدارم، قرنطینه‌شون میکنم، حفظشون میکنم، و یعنی برای جون خود مردم عراق و برای جون مردم ایران خواهم بود، هم شبه وبایی که جدید اومده. سرگردانی زائران ایرانی در پایانه مرزی مهراب و تلاش برای ورود به عراق. عکس‌هاش از فیلم‌هاش هست دیگه. حالا خوب بود دقت کن حرف رئیسی رو. وعده بلند پروازن رئیسی در 2-4 روز آینده، در 3-4 روز به 70% واکسیناسیون عمومی میرسیم. یا حساب بلد نیستی یا اینکه خلاصه. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران وعده داده است که در 3-4 روز آینده واکسیناسیون حدود 70% جمعیت ایران در برابر ویروس کرونا تکمیل شود. از زمان روی کار آمده آقای رئیسی واردات واکسن در ایران سرعت گرفته و حتی ممنوعیت واردات واکسن فایزر هم لغو شده است. آقای رئیسی مشخص نکرده است با وجود اینکه آنکه از آغاز واکسیناسیون عمومی در ایران تا کنون تنها 1/5 مردم واکسینه شدند، چطور قرار است در ظرف 4-5 روز این میزان به 70% برسد. حساب کتاب بلد نیست. خب یه خبر نوشته اینجا، اما نصفش نوشته، نصف دیگه ننوشته، و اونم گفته که کمبود راننده کامیون در بریتانیا، اختلال در توزیع سوخت و مواد غذایی در این کشور، در بریتانیا در پی اختلال در تامین مواد غذایی به سوپرمارکت‌ها و تعویض سوخت به پمپ بنزین ها، دولت از ارائه ویزای کوتاه مدت به رانندگان کامیون بین‌المللی خبر داده است. حالا علت چی هست؟ یه عده زیادی از اینها واکسن نزدن. چون واکسن نزدن بهشون خدمات نمیذارن کار بکنن. در فرانسه به اتفاق وزی خواهد افتاد. نصف مردم فرانسه این کار نکردن. یعنی این عدم تمکین از دولتاشون. یعنی اینکه دولتاشون دیگه قبول ندارن. یعنی اینکه دولتاشون دروغگو و خائن میدونن. یعنی فهمیدن که دولتاشون نمیفهمند. و اینها دست خودکشی نمیزنن. یعنی خودکشی هست. وقتی میبینن و میدونن و آگاه هستن، دولت بگه، دولت برای خودش میگه. و برای همین هست که این کم بوده راننده و خیلی دیگه وجود اومده که خودش بعدن اتفاقات بعدی پشتش خواهد داشت. آمریکا مجازات، دوستان خوب گوش کنید، آمریکا مجازات قطع دست توسط طالبان را با بدترین الفاظ محکوم میکند. آه نکنید جان مادرتون، با طالبان کم نترسید، نکنید. کی طالبان رو نمیدونم، کی داره طالبان رو بیترسید نمیدونم، ولی با بدترین الفاظ در طول 42 سال گذشته کدوم یکی دفعه حرف شما رو گوش کردن؟ خودتون میگی، من میگم تو کارت بکن. در بری جمهوری اسلامی این همه 42 سال گذشته بیانیه دادن، فلان کردن، بالا کردن، کدوم یکیشو باش تای خورد کردید که دومش بخواد باشه؟ یکیشو بگید، دیگه نمونهشو بگید. مگر آمدید پولی گرفتید یا رو برکه این رفته اونم شخص شدید پول گرفتید؟ ولی این الفاظ واقعا خیلی من ترسیدم با آنه اولی باره که این جلو بکاره، چون دیگه حرفای دیگه شو کسی پیم باشو نمی کنه، اهمیت نمیده. حالا آمدن از این چی بسازید؟ تد پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در روز جمعه گفت آمریکا گزارش هایی رو که مقام های طالبان از بازگشت مجازات قطع عضو در افغانستان صحبت کردن را با شدید ترین الفاظ محکوم می کند. اخیرا نوردین ترابی سرپرست اداره زندان های در دولت جدید طالبان در صحبت با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که قطع دست برای ایجاد امنیت حکم بازدارنده دارد، مورد نیاز است. او همچنین افزوده است که کابینه در مورد اجرای این مجازات در ملأ عام مشغول تصمیم گیری است و برنامه‌اش را اعلام خواهد کرد. آقای طالبان شدیدترین الفاظ رو براتون به کار بردن، حواستون جمع باشه، ما گفته باشیم نگی نگفته. امروز در شهرهای مختلف ایران معلمان شاغل و بازنشسته تجمع سراسری برپا کردند. بسیار از معلمان خواستار اجرای طرح رتبه بندی فرهنگی هستند و نسبت به وضع نامساعد معیشتی و کاریشون اعتراض کردند.
این تجمع چند روز است که ادامه دارد و عمدتاً روبروی ادارات آموزش پرورش استانها برگزار می شود و توف تو قبر پدر اونهایی که نشستن و اخبار تو نمیگن، اخبار مهم رو نمیگن. بی بی سی زبونت کجاست؟ صدای آمریکا زبونت کجاست؟ آقای اصلاح طلب ها، جنایتکارتر از شما خودتون هستید. میمیرید بگید، مسی جون نمیتونی بگید، آقای فلان جون نمیتونی بگید چون جیلتون قطع میشه. نه 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 اصلا همچه کار نکنید، از شما هستید. گور پدر همه کرده، شکم تو گرسته است یا نیست، ولی ننگ برای خودتون میخرید. ننگ 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 بر شما ها، ننگ بر شما ها. حتی اونایی که میاد تکوا میشن، جس میگیرن، هنر پیشه بوده، فلان بوده، یک کلمه حرف نمیزن راجع به قضیه، یک کلمه. آموزش پرورش راهش پیدا کرده، وزارت علوم راهش پیدا کرده، کار وزارت علوم راهش پیدا کرده، کارمندان راهش پیدا کردن. تبعیت از یک جنایتکار یعنی شراکت در تمام جنایتش. نه، مردم یک قبول نمیکنه. شما خودتون هر چقدر دوست دارید سنگ رو یخ بکنید، اخبارو نگید یک بار خدا نکرده. یه جیرتون قطع بشه، فلان بشه، بیسار باشه. خب خدمت شما هستونم که خبر خوبی نیست. نگاهی به سخنرانی‌های رهبران زن جهان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد. کم بودن تعداد رهبران زن در نشست این هفته که تنها 1/10 کل سخنرانان را تشکیل میدادند نشانگر موانعی است که هم در کشورهای در توسعه، هم در کشورهای توسعه یافته ولی دستی به سطوح بالا در دولت فروی زنان هم قرار دارد. مجبور میشید، این اوج فلاکت و بدبختی شماست. چون زنها بیان آرامش میارن، زنها بیان امنیت میارن، زنها بیارن صلح میارن، زنها بیارن رشد آبادی میارن، ولی خب این آخر اوجشه، دیگه آخر کارتونه. نشون دهنده این است که زنها بلا فاصله میان و با تعداد خیلی زیادی میان و اون کاری باید بکنن انجام. این هم از سازمان رو اونه که داده از چیز میدن، چه ادعایه نمیدونم چه چی اسمشه رو فمینیست و یه حرف مرفاره میکنه، این هم اینجاست بگیر میشون. دوست های کلیپ دیگه هستی نمیرسون الان بذارم، ولی خب راجع به کرونا یک کلیپ که از قبل پر کرده بودم صوتی شد تا شب رو میذارم، نه تو یوتیوب بارم دعوا میکنه. زد زد زد، من نمیخوام چی کنیم. ایامتون به کام، روزگارتون خوش، تا خبرهای بعدی. ولی همه چی درو به سوی این پیش میره که جهان راهش پیدا کنه. همینقدر که مردم ها تمکین نمی کنند دولت هاشون، نیروها تمکین نمی کنند دولت هاشون، این برف در سر دنیا سرایت میکنه، در دنیا آیتی و در دنیا اینترنت سرایت میکنه و بقیه میگه چرا ما و الاخر. آقای روحانی هم که شمشیر محکم رو بسته و بخواد این کارا رو بکنه، ولی خب خودزنی فرقی نمیکنه چون همه شما شریک جرم هستید. روحانی تو صحبتایی که با چیز کرده، با خامنه‌ای کرده، گفته هاشمی و داردسته شماها نه، ما خامنه‌ای کاری نبود، نگذاشتن که من ارتش نابود کنم، ریشه کن کنم. و اگر اتفاقی تو مملکت بیفته که نمیفته، شما مقصر از ارتش رو حفظ کردید. با اینکه نه خیر، ارتش رو خدا حفظ کرد، ارتش رو قدرت پنهانش حفظ کرد، ارتش رو قوانینی که بهشون مسلطه و اعتقاد داره حفظ کرد، نه شما اشغال ها. ایام بکنم دارم باشه.